بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسول مکرم نقل می‌فرمایند از حضرت عیسی، می‌فرمایند که ان عیسی ابن مریم علیه السلام قام فی بنی اسرائیل فقال یا بنی اسرائیل لا تحدثوا بالحکمة الجهال فتظلموها، سخن حکیمانه را نزد جهال نگید چون این ظلم به اون سخن حکیمانه است. گاهی اینجوریه، یک وقت کسی متعلم است، در صدد فهمیدن است، شما سخنی رو به اون میگید، حکمتی رو به اون میآموزید، این خدمت به اوست و خدمت به این سخن است. یه وقت کسی است که جزء جهال است، جاهل در اینجا به معنای مطلق جاهل نیست، یعنی اون کسانی که یا ظرفیت فهمیدن برخی از مسائل حکمت آمیز را ندارند یا در صدد یاد گرفتن نیستند. حرف رو میزنید رد میکنند، حرف به ابتذال کشنده میشه. گاهی اینجوری سان یک حرفی رو انسان در غیر جای خود نزد کسانی که اهل اون نیستند میگه، تکرار میکنه، این حرف هم از اعتبار و از حیثیت میفته، او هم قبول نمیکنه، میفرمایند این کار رو نکنید. ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم، نقطه مقابل اینه، سخن حکمت آمیز را از اهل حکمت هم منع نکنید که این کار ظلم به اونهاست. اگر منع کنید به اونها ظلم کردید. خب اهل یعنی چه؟ یعنی کسی که هم ظرفیت شنیدن و فهمیدن را دارد، هم در صدد فراگیری است، یا اگر در صدد فراگیری هم نیست، وقتی شما گفتید با حال فراگیری با اون برخورد میکند، بنابراین حکمت انتشار پیدا میکنه. اگر منع کردید با اون کسان ظلم کردید. ولا تعین الظالم علی ظلمه فیبطل فضلکم، فضلکم یا فیبطل فضلکم، ظالم را در ظلمش کمک نکنید که اگر این کار رو کردید فضل شما، ارزش شما، برتری شما ساقط خواهد شد. الامور ثلاثه، امر تبین لک رشد و فتبعه، خود این یکی از این حکمت هاست، یکی از مهمترین و بزرگترین حکمی که از معصومین علیهم السلام رسیده همین مطلبی که خیلی هم معروفه. حالا این یکی از عباراتی است که برای این حدیث نقل شده، امر تبین لک رشده و تبعه، بین الرشد، معلوم است که حق است، درست است، باید این راه رو رفت. و امر تبین لک غیه فاجتنبه، یه چیزی هم هست که معلوم است غلط است، باطل است، از او هم اجتناب کنی. و امر اختلف فیه فرده الی الله، تصمیم گیری نکنید اونجایی که امری است مشتبه است و معلوم نیست، جنبه رشدی ممکنه داشته باشه، جنبه غیی داشته باشه، اینجا قاطع نظر ندید، اینجا رده الی الله، این رو به خدا واگذار کنید. اون وقتی که بنا باشد که محل استفاده قرار بگیره و فهمیده بشه، خدای متعال کمک خواهد کرد، فهمیده خواهد.